ترس از تنهایی داشت دست از دست داد. آها، من در این زمینه دفعه قبل صحبت کردم. اون 7 گناه کبیره که میگن کار با دیدگاه دینیش ندارم، اسلام و مسیحیت و یهودیت و کار ندارم. اسمشو گذاشتن 7 گناه کبیره، آدما رو باهاش ترسوندن. چرا؟ به خاطر اینکه همه اینها ایجاد وابستگی میکنه. هر چیزی که باعث بشه روح به دنیای سبودی وابسته بشه اسمش گناه کبیره شده و باعث میشه که روح شما به سادگی نتونه عروج بکنه. تمام این ترس ها من جمله ترس از دست دادن یه جور وابستگیه. شما وابسته ای به این آدم ها. و مسلما ترس از دست دادن یه بخشش که عادته، یه بخش دیگهش دوباره برمیگرده به همون تنها شدن. باید ببینی که به غیر از اون بحث عادت که خب بله، خانواده آدم دوست آدم، آدم دوستشون داره، از دستشون بده ناراحت میشه، گریه میکنه، دپرس میشه، اینا طبیعیه. نمیتونیم بگیم نه من که نمیترسم از اینکه کسی رو از دست بدم. نه خیر، بله، این ترسه باز دوباره به خاطر خودمونه، چون اون ناراحتیه رو داریم تحمل میکنیم، اون عادت رو باید تغییر بدیم. یعنی ترس از تغییره، چون به هر حال همیشه این اتفاق میفته، دیر یا زود. هرچی بیشتر تو خودت رو توی این ترس نگه داری، بیشتر چنین انرژی رو سمت خودت میکشی و بیشتر این مدل اتفاقا واسط میفته و تو فکر میکنی که واسه همین پس ازش میترسی، در صورتی که برعکسه. تو چون میترسیدی دائما داری میبینیش. آیا این همه آدم تو دنیا مادرشون، پدرشون، همسرشون، فرزندشون و غیره را از دست ندادن؟ باز دوباره تکرار میکنم، این بحث کاملا ناراحت کننده است، بسیار دردآوره، اوکی، ولی ترس نداره. تو میتونی ابراز ناراحتی بکنی ولی منتظر چنین چیزی نباش. نه نه نه، من منتظرش نیستم. چرا؟ هستی. ناخودآگاه با ترسیدن ازش منتظرش هستی. چیکار کنم؟ الان کاملا سلوشنشو واسه گفتم. نگاهش کن، تجسمش کن، اصلا حسش کن تو وجودت، صاحبش شو، آنت، و بعد که مال تو شد بگرد دنبال باوری که باعث این میشه. باوری که پیدا کردی با هرچی که میخوای جایگزین کن و ترسیدن رو آتیش بزن بریز دور. یه سطل بزرگیه، مسیح بزرگ ببین، تجسم کن، طلایی، توش آتیش بنفشه. از هر چی میترسی بریزشون تو. ترس از زندگی بدون عشق، یعنی اینکه دوست داشته باشم و یه دوست داشته بشم، در واقع هر دو، بدون اینکه دوست داشته باشم. قاعدتا احتمالا الان همینطوره. یعنی شما یا دوست داری دوستت ندارن، یا دوستت دارن دوستشون نداری. باز دوباره برمیگردیم به همون داستان تکراری. و یه نکته ای، من خیلی حساسم به کلمه ها. عشق، عشق یعنی چی؟ عشق آیا همه چیش در دنیای فیزیکی خلاصه میشه؟ عشق یعنی برطرف کردن نیاز جنسی؟ عشق یعنی یه نفر خونه باشه تو برمیگردی خونه؟ عشق یعنی بهت برسن؟ عشق یعنی همه اینا با هم به یه چیزایی بیشتر؟ عشق یعنی چی؟ خیلی مهمه که روی این مسئله حسابی فکر بکنی، که اول معنی کلمه عشق رو بدونی، چون ممکن اصلا داشته باشیش آلردی ولی نبینیش. چرا؟ چون معنیش رو نمیدونی. یه کلمه ای شنیدی از بچگی، همینجوری هم داری تکرارش میکنی، هزاران هزار کلمه رو همینجوری داری تکرار میکنی، خودت هم میدونی. نمونش هم مثل کلمه تلاش که ویدیوش هست، میتونی بری ببینی، بعد میبینی پس از این ورم میشه نگاش کرد. اول تکلیف کلمه و معنیش رو معلوم کن، بعد ازش بترس. چون وقتی یه چیزی رو جنبه های ناشناختش رو نمیدونی ازش میترسی. چرا از اتاق تاریک میترسی؟ چون نمیدونی چی توشه. چراغ روشن میکنی دیگه نمیترسی، چون میبینی، چون حالا میدونی. تو از چیزی میترسی معمولا که نمیدونی چیه و میترسی نگاش کنی
بری سمتش به ضررت بشه، ولی معمولا اینطوری نیست. ماجرای همون پازله. ترس از ناشناخته ها برای انسان از اول بوده و این جزء درس های روحه. تو باید با ترسات مواجه بشی، چراغ روشن کنی، با ترسات مواجه بشی، تمام. اوکی، پس معنی کلمه ها رو دقت کن بابا جان. ترس از بیماری و از دست دادن، اینا رو که گفتم، من بمیرم آدم اونها زیر دست. آها، در مورد فرزندانتون کی شروع کردیم؟ خب 25 دقیقه وقت داریم. در مورد فرزندانتون، ببین، من قبلا گفتم بازم میگم، روح انتخاب کرده بیاد اینجا و تو مادر و پدر رو انتخاب کرده که طریق شما بیاد یک سری درس ها رو بگیره. باقیش به خودش مربوطه. یعنی اگر این روح انتخاب کرده که بیاد و در 15 16 17 سالگی 10 سالگی تنهایی نبود مادر رو تجربه بکنه و چنین فقدانی رو داشته باشه و بنابراین مادرش به یه نوعی از زندگیش باید خارج بشه، یکی بچه رو شوول میکنه میره، یکی میمیره، یکی میره تو کما ولی نمیمیره، یه جوری بالاخره این بچه فقدان مادر رو باید تجربه بکنه، اون روح، یعنی این اتفاق میفته. تو چرا میترسی؟ به تو چه اصلا؟ اون روحه درس خودش رو باید پاس کنه، به تو ربطی نداره. این کاسه داغتر از آش شدنه. تو فعلا به فکر زندگی خودت باش. مادامی که تو این ترس ها رو داری، انرژی بسیار بسیار نامطلوبی رو داری به فرزندانت منتقل میکنی. اگر واقعا دوستشون داری، نترس. در زمانی که هستی، حال بهترین سرویس رو بهشون بده. ترسیدن از اینکه یه روزی این اتفاق بیفته، زندگی کردن در آینده است. زندگی کردن در آینده یعنی از دست دادن حال، یعنی کلن زندگی نکردن. هر زمانی که در گذشتت داشتی زندگی میکردی یا در آینده، جزو زندگیت حسابش نکن. اون مدت رو روح دوباره باید بیاد جواب پس بده، دوباره باید بیاد درس بگیره. هر موقع که الان داری زندگی میکنی، روحت هم داره زندگی میکنی. خیلی حرفا رو دارم بهتون میزنم، داریم میاد میگیم دیگه الکی. یه نکته ای رو یکی از دوستای خوبمون نوشته، میگه فکر کردم شاید یه جورایی دارم این ترس ها رو با جستجو کردن به وجود میارم. من به این مسئله چند وقت پیش عمیقا رسیدم، یه جور مکاشفه خیلی زیبا داشتم. میشه این کارم کرد؟ یعنی تو فکر کنی از یه چیزی میترسی ولی نمیدونی چی، 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 از یه چیزی میترسی ولی نمیدونی چیه، و فوکس کنی من از یه چیزی میترسم ولی نمیدونم چی. یه چیزی داری ایجاد میکنی که ازش بترسی ولی نمیدونی چی. دقیقاً همینو داری ایجاد میکنی، که یه چیزی هست که من ازش میترسم ولی نمیدونم چیه، بنابراین چیزی نیست. ولی تو فکر میکنی که یه چیزی هست، فکرت، چون فکرتو میگه تو باید از یه چیزی بترسی. نمیشه نترسی که، همه میترسن، نگاه کن، مگه میشه تو نترسی؟ پس یه چیزی هست، پس تو نمیدونی چیه. یه چیزی هست که باید بترسی، یه چیزی هست که باید بترسی ولی نمیدونی، یه چیزی هست که باید بترسی ولی نمیدونی. باز دوباره اینه، برگرد اینجا، یه نفس عمیق، یه قدم رو عقب، بگو واسه واسه، هول نشو. اگه قرار باشه بفهمم، ترس انقدر شجاع خودش میاد میگه منم، منو نگاه کن. ترس قایم نمیشه، من قایم میشم. بنابراین اگر نمیدونم چیه، پیداش میکنم. آروم به زندگیمونو کنیم، چون تو در نهایت وجودت میدونی داری میترسی، اگر ترسی وجود داره. یه ذره پیچیده بود میدونم. بیماری و تنهایی و اینا رو گفتم. فرزند و اینا رو گفتم. این فوبیاهای از حیوانات و اینا ممکنه به زندگی های گذشته برگرده، ممکنه به دوران کودکی برگرده، مثلا اون حیوان ترسونده باشدت، واقعا حتی پدر مادرت هم متوجه نشدن و تو خیلی کوچیک بودی. اینا اصلا یه چیزای خیلی ساده ایه که میشه درستشون کرد. به این بشار با همین تکنیک هایی که گفتم.
مثمر ثمر نبودن. خب مثمر ثمر باش، ترس از مثمر ثمر نبودن، اولا مثمر رو سه نقطه است، من غلط دیکته میگیرم. ثانیا که خب مثمر ثمر باش. مثمر ثمر یعنی چی؟ اول باز دوباره اون کلمه عشق رو تعریف کردیم، حالا مثمر ثمر یعنی چی؟ این ثمر یعنی چی؟ مثمر ثمر برای کی؟ ببین چقدر کلیه این، اینا رو باید وا کنی. مثمر ثمر باشم یعنی چی باشم؟ برای کی مثمر ثمر؟ تو اول باید واسه خودت مثمر ثمر باشی. واسه خودت مثمر ثمر باشی یعنی چی؟ یعنی خودت رو شفا بدی، یعنی درست زندگی کنی. درست زندگی کردن یعنی چی؟ یعنی در حال باشی، یعنی تکلیف باورات رو معلوم بکنی، یعنی با ترسات مواجه بشی، یعنی کودک درونت رو شفا بدی، بشی واقعا بزرگ سال. که با این که واقعا بزرگ سال شدی، بقیه کودکای درون اطراف آدمای به ظاهر بزرگ سالت رو شفا بدی. این میشه مثمر ثمر بودن. حالا از این لول درونی که میای بیرون، میشه تو شغلت کمک به آدما بکن، خدمت بکن بهش، مهم نیست تو چی کاره ای، راننده ای، پزشکی، حسابداری، هر چی، علمتو در اختیارشون بذار. یه کاری نکن به تو وابسته باشن. نترس که روزیت دست اوناست، روزی تو دست اونا نیست، روزی تو دست کائناته. اونجا مثمر ثمر باش، برای خانوادت، با لبخندت، با مهربونیت، با مطالعه کردن، با جاری کردن علم، با به اشتراک گذاشتن کانال، این کانال، کانالای دیگه بذارید، اینا مثمر ثمر بودنه دیگه. مثمر ثمر یعنی چی؟ میخوای درخت بشی زیتون بدی؟ اگر من فکر کنم همین خانم قبلا دیدم، این خانم دائما در تلاش یا داره سعی میکنه. این ویدیوی تلاش گفتم 43 بار نگاه کنید، 430 بار تکرار میکنم نگاه کنید. تلاش میکنم این کارو بکنم، سعی میکنم. یعنی چی تلاش و سعی میکنم؟ خب برو اون کارو بکن، حرکت کن.